السلام علیکم دوستان هرجمن مخلصان گوشتین میلی گوشتینگیری. در شهر خوروغ مسابقه گوشتینگیری برای دریافت جام رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار گردید. اکنون از میان 137 نفر مدعی که در 7 وزن رقابت کردند، فرصت فرا رسید که بهترین ها را به شما معرفی سازیم. اولا نیروسنجی های وزن تا 65 کیلو را اینجا منظور شما خواهیم کرد که در مرحله نیمنی های بهرام صوفیف با عبدالرؤوف شریفوف رقابت کرده استادند. بهرام پهلوان سبز پوشه که از شهر کولوب است و عبدالرؤوف شریفوف پهلوان شهر خوروغ با خلعت سفید. از همه زیاد در همین وزن مدعیان نامنویس بودند که 67 نفر را آنها تشکیل میکردند. ادامه مبارزه پهلوانان الان میبینیم که باز هم صورت افزایی میخواهد از حرکت پهلوان سبز پوش نماینده شهر کولوب. بله، اندکی کوششی بهرام صوفیوف اینجا هم بهتر بود و عبدالرؤوف شریفوف با همین خاطر آگاهی گرفت. بله، پیش با حرکتی که از جانب پهلوان میزبان عبدالرؤوف اینجا انجام داده شد بدون قپیدن، البته این در گوشتین ممنوع است، از این خاطر آگاهانیده شد و بهرام حالا توجه میکند برای ادامه سبقت که بهرام در استفاده حلوک سرکیت خیلی تجربه خوب دارد. اما اینجا داوری جمهوری ازبکستان اشاره میکند که یگان نتیجه نیست. تلاش پهلوانان ادامه مییابد. اگر موفقیت را اینجا هم بهرام نصیب نگردد، یعنی امتیازی لااقل بدن هم نداشته باشد، با یک آگاهی رقیبش میتواند که اینجا صاحب موفقیت گردد و حق مبارزه را در مرحله نهایی وزن تا 65 کیلو پیدا میسازد. گوشتینگیری هر دو پهلوان راستی چندان با سرعت نیست از آن لحظه هایی که ما مشاهده میکنیم و امروز هم بسیار یک فضای ایدانه، فضای خیلی جالب و متنتن در ورزشگاه مرکزی شهر خوروغ تنین انداز بود. در مراسم افتتاح هم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان برای حضور پهلوانان، برای صیقل دادن مهارت آنها، توجه آنها به گوشتین اجدادی سخن کرده، همه حاضرین را هم به ولایت مختار کوهستان بدخشان خیر مقدم گفتند و در سمت معرفی ورزش اجدادی راستی بسیار هم یک غمخوری های علاهیده رئیس حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان به نظر می رسد. این بود که مکافات عالی شاجایزه ای که حالا ما در نوار میبینیم خیلی هم برای پهلوانان وزنشان گران تأسیس یافته است. اما ما در قوازمایی بهرام و عبدالرؤوف شریف و پهلوان خوروغ شهر حالا افسلی را نمیبینیم و دقیقه آخرین سبقت هر دو پهلوان است. بهرام وزنش کمتر، اما آن قوه آزمایی هایی که بیشتر بهرام نشان میداد راستی در شهر خوروغ چندان آن ملکه یا استعداد خود را هم منظور کردن نتوانست. ما از این چهره امیدهای دیگر داشتیم راستی، اما کار به همان نقطه نهایی رفته رسیده استاد است. بهرام را هم برقصدانه
اینجا از میدان بیرون کردن. داور هیچ اشاره هم ندارد. یک فرصت بحث برانگیز به میان آمد و داور از جمهوری ازبکستان داوران کنجی را نزد خود خواند، دولت زاده و همچنین رحمان علی شریپوف را. برای عمل آخرین هر دو پهلوان داور باید که همین کار را هم انجام دهد، چون این هم شد. تنبیه به پهلوان شهر خوروغ عبدالرؤوف، راستی به اندکه گفته داور را من میتوانم طرفداری کنم، چون که قایده گوشتینگیری همین است. برقصانه تله دادن رقیب، اینجا هم یک حرکت دیگر از جانب بهرام صوفیوف انجام داده شد و بهرام اکنون بدن امتیاز اول را بهرام به دست آورد. نو وسته از آن نتیجه که آگاهی و تنبیه داشت رقیبش. بهرام از این دبر موفقیت را مال خود کرد و به مرحله فینالی رفت. جفتی دیگر اکنون به میدان می آید. عبدالرؤوف شریف و پهلوان شهر خوروغ مستقیما بعد از ناکامی این دور جای سیوم را گرفت. فردوس رحمت اللهیف از دسته خطلوندو، قربان علی شریپوف از دسته ناحیه ونج. این قوازمایی هم در وزن تا 65 کیلو در مرحله نیمه نهایی صورت نگیرد. در خصوصی تشکیل کردن این چورابینی در سطح بلند، چون گفتیم که به استثنای مسابقه گوشتینگیری اینجا هم چورابینی های دیگری ورزشی برگزار شدند، هم مسابقه والیبال، هم بنکشی، هم وزن برداری، خروس جنگ، کب جنگ، باز ورزش سبک میانی مردان و میانی بانوان هم صورت گرفت. فردوس رو بیاد معرفی کنیم که خلعت سفید دارد و قربان علی شریف و پهلوان ونج ورزشکاری که سبز پوش است. مبارزه برای شرکت در مرحله نهایی وزنی تا 65 کیلو میانی دو پهلوانی که معرفی کردیم. و مردم این خوروغ شهر روسیه بسیار هم با گوشتین میری گوشتینگیری رغبت خاصه دارند. از صبح امروز ببینید که تو نیمه همین روز بیش از 5 ساعت کسی از جای خود بیرون نمی رود. این یک محبت خاصه، یک صداقت اصلی هواداران گوشتین ملی رو بار دیگر نشان می دهد و از جانب دیگر سطح بلند چورابینی که امروز در شهر خوروغ تشکیل کرده شد. پهلوانان باید پرتافت ها انجام دهند. اینجا هم توجهی ورزشگران بدن هست. رحمان علی شریپوف اکنون این را هم تصدیق کرد، داور درجه جمهوریوی از ناحیه رشت. از جمهوری ازبکستان داور کنجی هلو در میدان است و داور ناحیه تیمور ملک از نیمه چپ میدان. رقابت های نیمه نهایی و نهایی مسابقه انعنوی جام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان را ما منظور شما کرده ایستادیم. البته در وزن های 65 و 71 78 86 و جمع 86 کیلو نیروسنجی ها صورت گرفتند و در دو وزنی که میانی بانوان هم جریان گرفت، این باری اول از جانب کمیته تدارکات راه اندازی کردید. و اکنون تلاش فردوس فکر میکنم اینجا باید شدتی دیگر گیرد، اگر خواهد که در مرحله نهایی با هموطنش یا همدستش گویم بهرام صوفیوف رو برو گردد. اما امکانات قربان علی بهتر است. اینجا فردوس کوشش اشتباه کارانه خود رو هم سامان داد.
دوامی تلاش پهلوانان باز صورت افزایی تقاضا میکند. راستی یک بار دیگر هم قربان علی با استفاده هلوکی بیرونه رجوع کرد، توجه کرد، اما موفق نشد. امتیاز اول را الکی به دست آورده است، فکر میکنم کافی است. این را او خوبتر میداند که باز هم در نظام مشخص میدانداری اشتباه نکند، یعنی تنظیم وقت برای قربان علی شریفوف خیلی مهم است. داور با قربان علی آگاهی داد چون که از میدان بیرون شد. فردوس رحمت اللهیوف دیروز هم در مومین آباد از خود یک مهارت بهتر نشان داد، حالا سوستر است. راستی کار اگر چنین جریان گیرد، پهلوانی ونج دست بالا می شود، به مرحله فینالی می رود. فردوس بله وقت رو باید غنیمت داند و این لحظه ها هم توجه رو برای فشار آوری زیادتر سازد، اما چون این نمی شود. ثانیه های بشمار هر دو در اختیار دارند. با یک امتیازی بدن پهلوانی ونج در پیش است. خاروغ از سطحی بحر خیلی بلند است برای پهلوانانی که به این اقلیم مساعد نیستند. میدانداریشان خیلی هم مشکل صورت گرفت. یکی از اینها فردوس بود که در سه دور پیشین هم بسیار از حساب نفس کشی، از حساب اضافه کردن سرعت رقابت خیلی تنقیسی هم کشید. فردوس وقت کم در اختیار دارد و قربان علی باشد این کار را به طرز دیگر سامان دادنی است. تنبه به قربان علی داده شد، اما یک امتیاز بدن دارد قربان علی. کار را در سمتی مبارزه چگونه خاتمه می دهد. وقت انجام یافت و کنون قربان علی شریپوف بله به دور فینالی رفت و او با بهرام صوفیوف از شهر کلوب در دور فینالی وزن تا 65 کیلو نیرو می سنجد. بایتک سفید رجب و محمدی شا بایتک سفید فرمان بیگو فرگمید تایری بینم از روح زادا امونو اکنون رقابت پهلوانان دیگر در مرحله نیمنی های شروع شد. محمدی سا رجبوف از دسته خطلان دو سفید پوشی در میدان بوده و مگمت فرمان بکف از ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستان بدخشان. این حرکت خیلی هم مناسب بود برای امتیاز پهلو، چون این هم شد. محمد ایسا اصلا از ناحیه همدانی است، ورزشکاری که خیلی جسارت خوب دارد. اینجا هم رقیبش مگمت فرمانبکف خیلی هم جرأت کرد، اما از محمد ایسا امتیاز ضروری را ستانیدن نتوانست. محمد ایسا رجبوف
قبلا تحت رهبری شیرعلی بازاروف مشق ورزی میکرد. حالا هم بعدان بله یک حرکت دیگری محمد عیسی رجبوف هم خوب سامان یافت. ادامه تلاش پهلوانان در مرحله نهایی راستی نسبت به ورزشگرانی وزنشان تا 65 کیلو بهتر است. مگامت فرمانبکوف کمی آسیب دیده است. دکتر مسابقه با او کمک میکند. در نزد دکتر مسابقه با یک وقت معین هست که باید وقت طول نکشد. اگر بیش از 1.5 دقیقه یاری تعجیلی طبی ادامه یابد، آنگاه باز قاعده های علاهیده خود رو هم اینجا داوران رعایت خواهند کرد. محمد عیسی یک پهلو دارد. در صورت دریافت پهلوی دویم پیش از مهلت همیشه می تواند که دست بالا گردد. یک لحظه مناسب هم خیلی خوب چسبیش هر دو پهلوان رو سی، یعنی بر به هم آمدن هر دو پهلوان خیلی خوب. معلوم است که اینها عقب نشینی ندارند، اینها هم با یک کسبیت بلند میخواهند که در نزد تماشابینان باز یک موقع علاهیده خود رو هم داشته باشند. مگامد آگاهانیده شد برای سوست گوشتین گرفتنش. محمد عیسی نتیجه خوب رو هم به دست آورده است. در صورت خاتمه وقت علکه این چهره هم اکنون بدن، این دو بدن و یک پهلو دارد محمد عیسی رجبوف. اکنون باز کوشش دیگر به پهلو انجام یافت. پهلو حلال و محمد عیسی به دور نهایی رفت. میزروبزاده انوشیروان از دسته خطلوندو با امانوف حالا به میدان میبرایند. جفتی دیگر مرحله نیم نهایی وزن تو 71 کیلو. میزروب زودا امانون باید تکی سفی نماینده دستک رفتاندو میزروب زودا نوک شیرون باید تکی سفت نماینده شهر دوشنبه نکروز امانو در واخوری نیمه نهایی پهلوان شهر دوشنبه با خلعت سبز برآمد. انوشیروان میزروبزاده سلاله شایوف ها از شهر کولاب است. در نوروزی مومین‌آباد هم انوشیروان خیلی هم خوب برآمد کرد و در اینجا هم از خود یک استعدادی والا نشان داد.
میزروبزاده انوشیروان. بله و انوشیروان به مرحله نهایی را و با محمد ایسا رجبوف از دسته خطلون دو برای مقام اول تلاش خواهد کرد. هر بین رحمی خدا و سلمان صدیر و اکرام با یکک سفید شکران و یکک سف بختیار اولیم. دوستانی عزیز، ما پهلوانان دیگر را به شما معرفی می سازیم. ورزشکارانی که وزنشان تا 78 کیلو را تشکیل می کند، قایم شکرانوف نماینده دسته دوشنبه، بختیاری عالم از دسته خطلون دو. شکرانوف در ناحیه درواز یک مهارت بهتری خود را هم 3 روز قبل نشان داده بود، روزی 23 مرد. بختیاری علیم راستی در برای دستاورد های این چهره ما معلومات بیشتری نداریم و از خطلون هم امروز دو دسته به این مسابقه سفر برگردیده بودند. در دور دویوم از جانب دستان در کاران این چورابینی، حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان به هر یک ورزشگری غالب این انعام‌های نوروزی تقدیم می‌گردید تا به مرحله نهایی هر ورزشگری که دورهای در پیش ایستاده را با موفقیت انجام دهد. ببینید، اگر شکرانوف ما در مجموع توجه کنیم، 4 دور ظفر یافت و با 4 مکافات ایدانه حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان سرفراز گردید. این یک نوع غمخوری، یک توجهی اساسی رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان به جوانان بود که امسال هم دختران جلب گردیدن به رقابت های انفرادی. شکران فالا کوشیشش در ادامه نیروسنجی روستی اون چیزی رو که مخلصان میخواستن حالا ما هم مشاهده نمی کنیم. سلمان رحمی خدای و اکرم صدیرف، پهلوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان در مرحله دیگر در همین وزن، یعنی در واخوری های دویومی نیمانی های آمودان که به میدان برایند. اگر مثل هم محمد ایسا و هم انوشیروان میزروبزاده اینها یک استعداد والا نشان می دادن، باز هم طبع دل مخلصان بود، اما قوازمایی پهلوانان راستی سست صورت گرفته ایستاد. از بختیاری اولیم آگاهی داشت، تنبیه گرفت، این به نفع شکرانوف است. آی بهتر تا اگر تنقید نباشد مسئولیت باز هم کمتر به نظر می رسد و شکرانوف قایم کارو در این سمت بهتر کرد و نتیجه شایسته هم نباشد، پهلو این هم یک قدمی دیگر باقی مون تا به مرحله نهایی مسابقات. رفتی تلاش ورزشگری سبز پوش نگران کننده است. یک ملکه غیری عادی قایم شکرانوف همون دستی راست و دستی چپی حریف را بغل کرده حریف را نزدیک میکند و بعدن با استفاده حلوک بیرونه یک نوع مهارت خوبی خود را هم میتواند که به تماشابینان منظور سازد. ان همین حالتی که قایم
خوشگی و نهایت هم در لحظه مناسب شکرانوف کامگاری را مال خود کرد قایم شکرانوف و به دور نهایی رفت. مسابقه ای گیرمرداری دوام دارد. از باوری مسابقه خواهش میکنیم که با قایده های گیرمرداری نگاه کنید، چون که حالا آنم ورزشکار کار کاره هم باید تک صفه سلمان رحمی خدای باید روشان باید تک صد اکرم صدیرم از نایه منج مرحبت. رقابت دویومی نیمنهایی وزن تا 78 کیلو سلمان رحم خدایوف ناحیه روشن، اکرم صدیرف ناحیه ونج، هر دو پهلوان از ولایت مختار کوهستان بدخشانند. قایم شکرانوف غالب این جفت را در مرحله نهایی انتظار است. به حرکت سلمان خیلی هم توجه داوران هم بود، اما سلمان کار را تا به آخر بردر رسانیدن نتوانست. دوام رقابت اکرم هم اشتباه کارانه بود، اصول سر کتفی ورزشگر از سبب اعتبار ندادن به موازینت اشتباه کارانه بود. باز این لحظه هم پهلو با سلمان رحمی خدایوف خیلی پیش دستی کرد. پهلوانی روشن تلاش ورزشگرانی در میدان بوده، اکنون رنگی دیگر میگیرد. فکر میکنم اکرم در ادامه مبارزش باز مجبور است که صورت افزایی کند، چون که پهلو این امتیاز خیلی ارزنده است برای سلمان که در این دور ظفر یابد. باز هم یک کوشش اکرم. راستی امروز بسیار یک فضای دانه، فضای متنتن، سلسله چورابینی های زیادی ورزشی که تشکیل کرده شد، بسیار طبع دلی مخلصان و هواداران نه تنها گوشتین ملی بلکه نمودهای دیگری ورزش هم به حساب می رود. سلمان رجوع دارد که در تلاشش باز هم افضلی مهارت یا استعدادی از استادش قبلگاهش باور خوجندی جوف گرفته را خوب استفاده کند. هدف مندانه هم به پیش می رود، با استفاده اصول سر کتف اعتباری الهیده داد اما موفق نشد. دقیقه آخرین دقیقه آخرین و اکنون سلمان توجه سلمان برای خاتمه وقت است. اکرم صدر رو باشد برعکس. میبینیم که در میدان باز هم مسابقه دو با مسافه 5000 متر شروع گردید. اکنون مخلصان هم
به شور و شوق آمدن. سلمان آگاهی گرفت، اکرم وقت انجام یافت و اینجا سلمان رحم خدایف با یک پرتافتی بدن غالب آمد و به مرحله نهایی برآمد. سلمان رحم خدایف با قایم شکرانوف در مرحله نهایی برای دریافت زینه اولی وزن تا 78 کیلو تلاش خواهد کرد. با یک تکی سفید رسول همه شهر دوشنبه، با یک تکی سفید گردی و مقصد نویه ایوان تایوری بینن حق نظر نظر شهر دوشنبه شریف و رحم خدا نویه ایوان عمر رسول و پهلوان سفید پوش از شهر دوشنبه است. مقصد بردیوف از ناحیه ونج. پهلوانان وزنشان تا 86 کیلو حالا در مرحله نهایی قرار دارند. مقصد در میان سابقه داران گشتین جودو نتیجه بهتر مقام دویم را گرفت سال 2023. عمر رسولوف نسبت به این چهره جوانتر است. عمر و حق نظر در چمپیونات مملکت هم در کورش و هم در گشتینگیری تا مرحله نهایی رفتند. برادری رو هم در این مرحله ها نشان دادن که در یک دور عمر، در دور دیگر حق نظر ظفر یافت. اینها یک جا در شهر حصار تمرین میکنند تحت رهبری اعظم رسولوف. عمر هم از سلاله پهلوانان رسولوف هاست، سنت الله و اعظم رسولوف ها، قهار رسولوف پدرش هم ورزشگر بودند. حالا در تلاش دقیقه دوم عمر کامیاب نشد. باز هم به وصول سر کتف اعتبار داد عمر. باز هم یک لحظه اندکی نگران کننده به میان آمد. یعنی حالت های هستند که پهلوانان باید با یک مسئولیت جدی و صمیمی به پیش روند، اما این کار چندان خوب یا مناسب انجام نمییابد. باز هم جهت های فرق کننده خود را دارد ملکه هر دو این ورزشگر، چون در خصوصی مقصد بردیوف گفتیم سال خورده صاحب تجربه است، حراس دارد که نزدیک شود. نگفته نماند که پهلوان با یکتکی سفید رسول عمر امسال هم چمپیون جمهوری تاجیکستان در گشتین کورش. آگاهی با پهلوان سبز پوش مقصد بردیوف. غالبی جامعه رئیس شهر دوشنبه اولی گشتینگیری که در آن اکنون باز عمر اینجا روجو دارد. اندکه فعالتر است، اندکه فعالتر شد و مقصد بردیوف پهلوان ناحیه ونج اینجا کاری ضروری رو انجام دادن نمیتواند، چون که تجربه هم تجربه و هم قوه
عمر رسولوف افضلی دارد. از حساب استفاده چندین اصولی که اعتبار داد، مقصد بردیوف کامیاب نشد. ورزشگرانی که در دوی 5000 متر شرکت دارند، دوری سیوم را حالا سپری کرده ایستادند. تعدادشان در ابتدا زیاد بود و ایستا کم شده ایستاده است. یک بار در یک گوشه دیگر هم وزن برداری صورت میگیرد. دو میانی بانوان هم جریان گرفت و بعدا میانی مردان نیز. گوشتینگیری هر دو پهلوان خیلی نگران کننده. روسی از عمر ما امیدواری های دیگر داشتیم. در مقابل مقصد بردیوف کامیاب نشده ایستاده است. اما مقصد آگاهی دارد. این به نفع عمر است؟ نه. ترتیب مشخصی اصول سری کتف حالا رعایت نشد. داور هم خواست که فکری داوران کنجی رو هم اینجا به اینوبت گیرد. دولت‌زاده خلاصه خود را برآورد. تنبیه به مقصد بردیوف داده شد چون که گوشتین نگرفته ایستاده است. دقیقه آخرین است. عمر رسولوف می تواند که با این حرکت وقت را هم سامان دهد چون که او را مرحله خیلی حساس در پیش است. اگر امروز باز هم به دور فینالی رود و از گروه دیگر که نیروسنجی حق نظر نظر و با رحم خدا شریف و صورت میگیرد، کارشناسان روسی بیشتر بهای مناسب به حق نظر میدهند چون که رحم خدا شریف 3 سال آخر تجربه تمرین های خود را سیقل نداد و امروز 2 برادر شهر حصار با 2 برادر ناحیه ونج میدان داری میکنند و مخصوصا در مرحله نیمه نهایی وزنی تا 86 کیلو میتوانند عمر را هم آگاهی دهند. این فکری من است. نه داور. بله اکنون وقت انجام یافت. عمر رسولوف با تنبیه داده مقصد بردیوف زمینه خوب را فراهم آورد که دستش را بالا بردارند و اکنون در خصوص هنرنمایی باز هم جفتی دیگر در همین مرحله نیمه نهایی گفتیم، حق نظر نظر و رحم خدا شریف. تایر میدن بعدی مخری خورامو نسیم فیرداوس. خورامو نسیم فیرداوس. دوستانی عزیز، دوامی رقابت های مرحله نیمه نهایی را توضیح خواهیم داد. حق نظر نظر با خلعت سفید است. رحمی خدا شریپوف از ناحیه ونج. اکنون تلاش پهلوانان را یک جای تماشا خواهیم کرد. ثمره مهنت کدام از مربیان بر علو مشاهده میگردد. در مورد آماده نبودن رحمی خدا ما پیشتر گفتیم با مهاجرت مهنتی رفته بود. تقریبا 2.5 سال میدانداری های خود رو هم خاتمه داده بود و بدون تیاری
با حق نظر نظروف دست به گریبان شدنش خیلی مشکل تر است. اکنون وقت نشان می دهد که این تصدیق مشخصی ما اساس دارد یا نه. اصلا پهلوانانی که تمرین ندارن یک دو دقیقه بله می توانند که اینجا از خود همون مهارت داشتهشان را نشان دهند و بعد از آهسته آهسته اکنون تیاری خوبی جسمانی آنها بر علا مشاهده می گردد که در کدام صد هست. مثل آنی که از رسول عمر ما امیدواری های دیگر داشتیم، از حق نظر هم امیدواری های بهتر داریم. اینها باید با استعداد والایشان اندکی هم باشد تبی مخلصان را شد گردانم. رحمی خدا چشمش کمی آسیب دید، به میدان آمد. تلاش پهلوانان از این منطقه باز هم جالب تر شدنش از استثنا دور نبود. از چی باشد که حق نظر نزدیک نمی شود، فاصله را بیشتر رعایت می کند. اکنون خلاصه خسرو شایف هم اینجا لازم است برای ستون گذاشتن. بر رحمی خدا شریپوف آگاهی داد حق نظر باید زودتر سبقت را شروع کند و سرعتی میدانداری خود را هم تیزاند. اما میبینیم که پهلوانان ونج هم مقصد بردیوف هم رحمی خدا شریپوف امروز تا به این دور آمدن، یعنی به مرحله نهایی را خط گرفتن. مقصد جای سیوم را گرفت لکه بعدی از مرحله نیمه نهایی نتیجه بهتر به دست آوردنش در قاعده گوشتینگیری همین خیل است. ناکامی مرحله نیمه نهایی مستقیما صاحب مدال برنجی میگردد. باز هم اکنون مخلصان پزمانی پرتافت های جالبند، اما این لحظه را ما هم ندیده ایستاده ایم. رحمی خدا دفاع را اختیار کرده است لکه تنبیه میگیرد. بله درست، داور اینجا هم بها گذاری کرد، آگاهانیده شد رحمی خدا. بسیار گوشتینی سست، همین وزن 86 کیلو راستی تماشابینان را هم خسته حال کرد. هم عمر رسولوف هم مقصد بردیوف هم حق نظر نظروف و هم رحمی خدا شریپوف، چون در خصوصی دو تن از پهلوانان شهر حصار و دو تن از ورزشگران ناحیه ونج پیشتر هم یادرس شدیم. نیروسنجی اکنون حق نظر و عمر رسولوف انا همین طور صورت میگیرد، چونکه اینها برادران سیدقان گوشتین نخواهند گرفت. حالا یک چند ثانیه ایدگر در اختیار داریم، بیاید پیش دستی نمیکنیم. بله حق نظر را گاهی میگیرد و با همین رقابت خاتمه مییابد. بله آگاهی گرفت حق نظر، ثانیه های بشمار رحمی خدا تنبیه دارد.
تنبیهش نمیگذارد که او به مرحله نهایی رود. بله، ثانیه های به شمار هم پشت سر شدند. حق نظر با یک تنبیه رفیقش دست بالا شد و به دوری فینالی راه خواهد گرفت. در میدان دو پهلوان ناموری تاجیکستان و ازبکستان قرار دارند. محمد کریم خرمف استاد ورزش جمهوری ازبکستان با خلعت سفید است. فردوس نسیم با خلعت سبز. هر دو در مرحله نیمه نهایی قرار دارند. فردوس هم با دو حریفش دست بالا شد. محمد کریم هم دو رفیق خود را تا این مدت شکست داد. هرچند امتیاز بهتر به دست نآورده بود محمد کریم، مخصوصا در مقابل بیژن، و باز یک پهلوان دیگر شهر کلوب. بابا جان، بابا جان، بله، این دوری سیومی نیروسنجی پهلوانی سفید پوش است. در خصوصی برگزاری مسابقه ورزش سبک هم پیشتر گفتیم، حالا برای تعیین نمودن مسافه 5 کیلومتر تعداد مدعیان در اول بیش از 20 نفر بود و حالا در میدان میبینیم که تنها 9 نفری آنها باقی مانده است. فاصله از یکدیگر خیلی دور قرار دارند. محمد کریم خرموف سال سپری شده در چهارمین مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه اوید با گوشتینگیری شرکت ورزیده بود، برنده شاه جایزه گردیده بود و حالا اکنون در مرحله نهایی با فردوس نسیموف تلاش دارد. محمد کریم راستی از آن کسبیته که بدن رو محمد کریم به دست آورد، از آن کسبیته که ما از محمد کریم امیدوار بودیم، مثل اونه که از عمر رسولوف، از حق نظر نظرف در مرحله نیمانی های راستی ندیدیم. اون پرتاف های جالب و کسبیت غیری عادی این چهره رو برابر است. فردوس هم تلاشی بیشتر کرد تا این دور دو غلبه دارد.
حالا نمیگذارد که رفیقش اصول سری کتف را و باز یک حلوک داخله را هم محمد کریم خورموف در سطح کسبی اجرا میکند. چرا از این گوشتین هایی که در مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه خاتمه داده بود، امروز محمد کریم خورموف هنر قبلی خود را نشان نمیدهد. با ما همسفر بود، گفتند که جام نوروز را در شهر ترمیز به دست آوردم. در مقابل جندریو گفتند که در مرحله نهایی سبقت کردند و جندریو با پهلوان ما فردوس نسیموف هم نیرو سنجی کرده بود، با شریف نظریف. این پهلوانان اکنون زود زود به تاجیکستان می آیند. گران وزن ها هم محسین اسامالدینوف، هم محمد کریم خورموف، هم بیگ مراد التیبویوف. و چند تن از ورزشگرانی که وزنشون گران است، چون معرفیشون هم کردیم. گوشتینی این چهره ها همچنین خیلی نگران کننده. پسیوی هر دو ورزشگر خیلی خوب به نظر می رسد، با استثنای یک حرکت پیشتره که از جانب محمد کریم به نظر رسید و دفاع رو هم فردوس نسیموف خوب اختیار کرد و از حالت ناگوار خود رو رها کرد. و اما امتیاز بدن رو از دست داد فردوس. وقتی کم در اختیار دارند. دقیقه آخر بسیاری ها با آن نظر بودند. کارشناسان هم، سردوه خورشید عبیدالله هم قبلا با ما در صحبت بودند و اندیشهشان هم چنین بود که مرحله نهایی را هنری شاید دو پهلوان جالبتر کند، یکی اش ان همین محمد کریم خورموف است. چنین هم شده ایستاده است. ثانیه های بشمار برای معرفی غالب باقی ماند. بعد این شریف نظریو با شکر محمد میرمحمد و به میدان می برایم. بله، همین در غالبیت نصیب محمد کریم خورموف جمهوری ازبکستان. خورموف با یک امتیاز بدن در این دور غلبه به دست آورد و به مرحله نهایی رفت. فردوس نسیموف مستقیما زینه سیوم رو اشغال کرد. شکر محمد میرمحمد دخترو اعلام کو در بالای گلیم نماینده جمهوری ازبکستان همراه قول پیرم قول دار کنجی رحمان علی شریف وزرش دار کنجی دولت زاده عبداللطی و شهری دوشنبه بایدتکی سفید شریف جان نظریه بایدتکی سبز شکر محمد میر محمد از شهری خورم. دوستان گرامی، اکنون ما سبقت جالب رو یک جای تماشا میکنیم. شریف نظریف استاد ورزش درجه بین المللی با خلعت سفید، شکر محمد میر محمدف از شهر خولو با خلعت سبز. مرحله نیمه نهایی وزن جمعی
86 کیلو. بسیار هم سبقت عبرت بخش است. بعدی و آخری تهربین آواز 52 کیلوگرم بانوان روزیگول دستان از نیستوی و شکر محمد میر محمد و بعدی اوسیبش باز هم به میدان نبردها برگشت. شریف نظریف در مسابقه بین المللی جام رئیس شهری دوشنبه امسال تا به مرحله نهایی رفت. از جندریف پهلوان ازبکستانی شکست خورد و تلاش دو پهلوان شناخته تاجیکستان در مرحله نیمه نهایی صورت گرفته ایستاده است. به مرکز میدان آمدن هر دو پهلوان ضرور است. همراقل پیرمقلوف با شریف نظریف آگاهی داد. رفتی سبقت رو اینجا هم پهلوانان باید خیلی احتیاط کارانه ادامه دهند، چون که هر دو چهره شناخته است. هر دو هم میخواهند که امروز از این نعمتهای بزرگ زمان صاحب استقلالی بهره‌ور گردند، یعنی در مرحله نیمه‌نهایی ظفر یابند و برای شاه جایزه که ارزشش بیش از 130 هزار سومانی را در بر می‌گیرد البته تلاش کنند. بهترین امکانیت، بهترین لحظه‌هایی را که ما تماشا داریم. هر دو پهلوان روسی از یکدیگر حذر دارند که مبادا به اشتباه راه ندهند. هر چی شدنش ممکن است. اگر جمع ای عملهای پهلوانان را به نظر گیرید تفاوت را روسی مشاهده نمیکنیم، به استثناء یک آگاهی که شریف دارد. حمله ها کمند، استفاده ای اصول ها از آن کمتر. کدامی از اینها اکنون با محمد کریم خرمف برای دریافت شاه جایزه روبرو میگردد. پهلوان ازبکستان غالبی همین جفت را انتظار است. قوازمایی ادامه می‌یابد. میخواهد به پیش رود، نمیتواند. شریف از پشت گریبان شکر محمد اگر داشته تواند، این هم یک واسطه دیگری که خیلی نزدیکتر است برای کاری خوبی شریف نظریف، اما نتوانید. شکر محمد برعکس این کارو میخواهد، از پشت گریبان شریف قپیده توانست. بله، به پیش اشاره میکنم خود مخلصان هم که ادامه تلاش ورزشگران هم چی نتیجه به بار می آورد. بسیار هم پرتافت خوب بود، اما داور از ازبکستان این رو به هاگذاری نکرد. به شکر محمد میر محمد هم آگاهی دادند. تلاش ورزشگران ادامه می‌یابد. بیرون از میدان بود، بسیار کوشش خوب بود، اما بیرون از میدان. از بالا قپیدن برای شریف مناسب است، از بالا قپیدن برای شکر محمد میر محمد هم مناسب. بسیار حالت خوب رو از دست داده. رفتی مبارزه یا تلاشی هر دو پهلوان خوب، چون که جایزه عالی است. جایزه به مرحله نهایی راه یافتن کاری سهل و عادی نیست. هر دو هم خوبم.
بدن و پهلوانی یکتکی سفید. شریف نظریف امتیاز بدن رو گرفت. نزدیک شد. نزدیک شد که به مرحله نهایی رود. شکر محمد میر محمدوف وقت خیلی کم دارد. وقت به انجام رسید. شریف نظریف با دریافت یک امتیاز بدن بله به مرحله نهایی رفت و با محمد کریم خرم برای شاه جایزه الکتروموبیل رقابت خواهد کرد. شکر محمدوف تو به نقطه نهایی تلاش کرد اما موفق نشد. یوتارم یه چیزی فکر می‌کنم معلوم نیست چای که چای داشتی چرا چون ویش کرده است الان کار من دست به چای می‌زوده دکتر برو به تصور روزیگولی آسان اصلی شویه روزیگولی آسان اصلی شویه برام اربینات علی محمد و بیک نظر روزی گل حسن در این لحظه که ثانیه های اول بود اصلی شوی برا دوچاری شکست کرد و به مرحله نهایی روزی گل حسن را خط گرفت. Республика была. Чемпион Панделов Глюза. Али Мамадова. Бек Назарова. Николай Тунду. علی محمدوا بیک نظروا برامد. علی محمدوا با اتکی سبز بیک نظروا دو بانی دیگر علی محمدوا و بیک نظروا حالا در میدانند. پهلو با بیگ نظروا داده شد. تلاش بانوان هم در روند مبارزه باز شدت دیگر میگیرد. بیگ نظروا اکنون به مرحله نیمه نهایی راه خود را هموار کرد.
سرکی سفید نماینده دسته خفگان دو جانونا نظر آورد با یک تک سب مبارک قدم آورد از ناحیه روشان جانونا نظر آورد برنده مدال نقره پنجمین بازی های بین المللی اوید و گوشتگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه جانونا نظر و پهلوان بانوی شهری کلوب و مبارک قدم و از ناحیه روشن در وزن تا 63 کیلو هر دو رقابت را اینجا هم آغاز کردند. آی بسیار هم در یک لحظه در یک فرصتی خیلی کوتاه جانانه نظر و در این مرحله ظفر یافت و به دور نهایی رفت. جوان است یوش است بواری را که در آینده پرچم بردار این میهن و این سرزمین میگرده اولیبر نصیب نظر را جوان را اینک دوستان عزیز نیروسنجی پهلوانان ادامه می‌یابد. بعد اون لحظه که خلعت بهرام صوفیف دارید و این چهره باز هم خلعت خود را ایواز کرد به میدان آمد. رقابت پهلوانان وزنشان تا 65 کیلو در مرحله نهایی چگونه صورت میگیرد؟ قربان علی شریفوف روسی این چهره را ما چندان خوب نمیشناسیم، از ناحیه ونج است، اما در مقابل فردوس رحمت اللهیف از خود یک مهارت والا نشان داد، ظفر هم یافت و به این مرحله آمد. بهرام صوفیوف 5 غلبه به دست آورد. هر دو هم بسیار زحمت کشیدند روسی، چونکه مدعیان در این وزن خیلی زیاد بودند. گوشتین خوب رو ما انتظاریم. صفت رقابت کاملا باید اینجا هم فرق کند. بهرام 11 مراتبه به دریافت زینه های افتخاری در چند نوعی گوشتین در جمهوری شرفیاب گردیده است. بهرام در استفاده اصول سری کتف خیلی از استادش خسرو شایف نازوکی کسب هم آموخته است و در میدان خاروخ شهر هم امروز خیلی از متانت و هنری والایش یک بار دیگر نشان داد. و قربان علی باشد جوانتر است، حالا در مقابل یک تن از چهره های ناموشنای گوشتین کلابچر چندان مهارت والا هم نشان نداده استاده است. صد و صفت مسابقه چون گفتیم که خیلی خوب بود. این چاربینی انعنوی است در تنتنه جشن نوروز بین المللی برگزار کرده می شود. غالبی البته مرحله نهایی وزنی از همه گران رو مکافات عالی شاه جایزه انتظار است. و حالا می بینیم که امروز هم دستاندرکاران و فدراسیه گوشتنگیری جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه های مملکت بیشتر چارابینی ها رو روحاندازی میکنه و امروز هم با دستگیری رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان این چارابینی خیلی شهامت خاصه داشت، آگاهی به قربان علی داده شد. رحمان علی شریفوف این لحظه را هم خیلی خوب پیخز کرد و اکنون بهرام صوفیوف رجوع دارد که به پیش رود. در تلاش پهلوانان روسی استفاده اصول چندان خوب به نظر نمی رسد. آی رحمان علی هم در دوام تلاشش اصول سر کتف رو هم حلوک داخله رو خواست خوب استفاده کند، آگاهی گرفت
دوام سبقت پهلوانان چی نتیجه به بار میارد. فضا بسیار هم فضای خوب و مناسب است. مخلصان و هواداران و تعداد علاقمندان گوشتین خیلی زیادند. از گوشه ای که صدا بلند میگردد شماره مخلصان قربان علی شریفوف زیادند. اکنون صوفیوف امکان دارد یا قربان علی، هر دو هم در یک حالتی خیلی خوب بودند. این نظر را هم صرف نظر کردند. لازم است در این حالت ها که خیلی به پیش رود بهرام، چون که از بالا از کمربند حریف خوبتر قپیده است. بعدم به پهلوان سبز پوش داده شد. رحمان علی شریف فشار میکند که زودتر خیزید، آماده باشد که جریان رقابت با هم رنگ دیگر میگیرد. دقیقه آخرین صوفیوف کوشش دارد که زود اینجا اشتباهی خود را اصلاح کند، آن لحظه از دست داده را جبران نماید. و میتواند یا نه؟ بهرام به پیش حرکت کرد، باز هم نتوانست. تعدادی مخلصانی که میبینیم خیلی زیادند. امروز هم یک فضای متنتنی ایدانه در ورزشگاه خاروخشهر تنین انداز بود. بعدن هم به پهلوانی شهر کلاب داده شد و نتیجه باز هم برابر میگردد. قربان علی خیلی جد و جهد تلاش کرد، اما باز هم به خطاگی راه داد. و دیگر باره کنون میرود که باز هم قصد ناکامی گیرد و نتیجه را باز هم تغییر دهد. در دقیقه آخرین هر دو ورزشگر هم نتوانستند امتیاز بالاتر به دست آورند. هر دو هم آگاهی دارند، هر دو هم بدن دارند. بدن آخرین رو که بهرام صوفیوف به دست آورد، همین نتیجه او را در این دور هم ظفریاب کرد و صوفیوف برنده مدال طلای وزن تا 65 کیلو گردید و مکافات ارزنده ایدانه را مال خود کرد. از جانب دست راست داور با یک تک سفید در جمع ایستاده. برابر وزن 71 کیلوگرم. دوستان عزیز، اکنون رقابت دیگر را ما تماشا میکنیم. نیروسنجی پهلوانان وزنشان تا 71 کیلو. 52 کیلوگرم بانوان آماده شوند. هر دو ورزشگر از خوتلانند، یکی از شهر کلاب، دیگری از ناحیه همدانی. محمد عیسی رجب خلعت سفید دارد و درباره انوشیروان میزرابزاده ما پیشتر هم گفتیم که تحت رهبری خسرو شایف مشق ورزی میکند و امروز هم شاگردان خسرو شایف دو نفرشان به مرحله نهایی راه یافتند. الکای در دوری نهایی وزن تا 65 کیلو بهرام صوفیوف برنده مدال طلا شد و اکنون اولین سبقتی را میبینیم که انوشیروان میزرابزاده در مرحله نهایی شرکت می‌ورزد. جوانی که خیلی تجربه کم دارد، اما استعدادش خیلی خوب است در میان جوانان. با انوشیروان آگاهی دادم برای فشار آوردن پنجه های رقیب مبارزه ادامه می‌یابد. در وزن تا 71 کیلو شماره مدعیان هم خیلی زیاد بودن براستی.
آی 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 باز هم محمد عیسی رجبوف اصول سر کتف استفاده کرد، کامیاب نشد. تلاش این پهلوان راستی در مرحله چوریگ نهایی و نیمه نهایی هم خیلی خوب بود. در ناحیه شمسیدین شاهین، در دنغره، در تیمور ملک سالی پار هم خیلی هنرنمایی جالب داشت. در دهه آدینبایی ناحیه شمسیدین شاهین با دریافت مدال طلا مکافات عالی شاه جایزه شرف یاب گردیده بود. حالا خیلی هم سبز پوش انوشروان از این حریفی با تجربهش اکنون امتیازی تانید. بدن راه مظفریت را اکنون انوشروان خوب ادامه داده ایستاده است. دقیقه سیومی تلاش پهلوانان در مرحله نهایی وزن تا 71 کیلو. از این لحظه هم برمی آید که محمد عیسی رجوع میکند که اشتباه یا جبران خود را ستاند، برایش میسر نمیگردد و رفتی میدانداری یک بار دیگر نشان داد. و داور از جمهوری ازبکستان است، همراه قل پیروم قلوف. بهاگذاری نکرد این حالت را چون که براستی نبود و به مخلصان، به هواداران گوشتین ملی واقعا هم رفتی تیاری و هم کار کمیته تدارکات بسیار پسند افتاد که امروز دستن در کاران در همکاری با فدراسیه گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان این چورابینی را هم بسیار شهامت دیگر دادند. انوشروان تنبه میگیرد اما امتیاز بدن هم دارد. محمد عیسی کوشش دارد که در روند تلاشش موفقیت را به دست آورد، نتیجه را برابر سازد. برایش میسر نمیگردد. انوشروان جوانی که گفتیم خیلی با هنر است، با جوانی خود نگاه نکرده 18 سال دارد. محمد عیسی اندکه از حساب تجربهش اینجا هنرش فوق‌العاده است، میتواند در یک حالتی غیر چشم داشت هم از حریف امتیاز ستاند. انوشروان هنرنمایی‌اش را باید سوس نکند، برای همین داور مجبور شد که یاوران خود رو هم نزدش خواند و خلاصه گیری راجع به حالتی به عمل آمده. فکر میکنم اینجا نه چندان لحظه بود که داور نگران باشد و سبز پوش رو از میدان راند، چون که تنبیه دارد. و خلاصه این از اون داوری ازبکستان وابستگی دارد. هیچ دستورات نشد از جانب داور، رفتی میدانداری رو بعد هم محمد عیسی شدت دیگر میدهد. بله، دقیقه آخرین است. اکنون محمد عیسی فعالتر شد. در خروش شهر به گوشتین ملی اجدادی هم توجه خاصه دارند. این رو ما در رفتی میدانداری پهلوانان که بیش از 5 ساعت ادامه یا 6 ساعت حتی مشاهده کردیم که ورزشگاه خالی نبود، پروپوری مخلص. داور هم شبهه دارد به ادامه سبقت، به تنبیه دویوم شاید که یک بار هم داوران کنجی را نزد خود خوند. و چی خلاصه گیری میکنم؟ نزد سردار مسابقات میرود پیروم قلوف.
چی خلاصا گیری میکنن در این لحظه؟ بله، از میدان رانده شد نوشیروان، چون که تنبیه داشت و خارج گرفت. تنبیه دویم محمد ایسا رجبوف در این مرحله ظفر یافت و زینه اول رو در وزن تا 71 کیلو به دست آورد. از جانب دست راست داور با یک تکی سفید روزیگلی حسن شهری دوشنبه، از جانب دست چپ داور با یک تکی سبز بیگ نظر و روزافسون وزنی نماینده خطلون دو دوستان عزیز، اینک باز هم رقابت بانوان در وزن تا 52 کیلو ادامه می‌یابد. روزی گلی حسن سفید پوشه که حالا در میدان است و ولی این لحظه هم به بانوی سبز پوش نصیب گردید که امتیاز بدن را مال خود کند. در میان بانوان هم توجه به گوشتینگیری خیلی زیاد است. علاکه در ولایت مختار کویستان بدخشان دو وزن میان بانوان سبقت ها صورت گرفت. روزی گل حسن حالا نتیجه را توانست اینجا برابر سازد. هر دو هم یک بدنی دارند. روزی گل در نگاه داشتی فاصله اینجا به اشتباه راه داد. چون گوشتینی ما جهانی شد، اکنون توجه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه های کشور هم به رشد ورزش سنتی بیشتر گردید و این گفته ها بار دیگر در تنتنه نوروز اثبات دقیق خود را پیدا کرد که در تمام مناطق کشور تنتنه های نوروزی را باز مسابقه گوشتینگیری شهامت دیگر می دهد. روزی گلی حسن اکنون سوس گوشتین گرفتنش یک بار دیگر تقاضا می نماید که مربیش هم با رفتی میدانداری او جدی مناسبت کند. و امروز راستی ما هوسمندگردانی این دختران را آی 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 حالتی که بانوی سبز پوش صاحب امتیاز بدن می گردد. ایاری بیند وزنی 60 کیلوگرم بانوان. حالا اکنون سرعتی تیزی رقابت لازم است اینجا، چون که روزی گل می خواهد کاری اندکی بهتر را انجام دهد در مقابل حریفش. حالا هم موفق نمی شود. روزافزون کاری انجام دادش حالا هم خوب نیست. برای دریافت مقام اول افتخاری روزی گلی حسن یک بدن دیگر را به دست آورد. روزافزون بیگ نظر و اولا کمی توجه کرد برای سرعتی با شدت سبقت، اما موفق نشد. دقیقه آخرین مبارزه هر دو راستی گوشتینگیریشان از آن صد و صفتی که ما امیدواریم حالا هم چندان مناسب نبود. بعدا باز هم با روزافزون نصیب گردید، امتیاز باز هم برابری به میان آمد. برای اینجا آگاهی میتواند که باز نقش علاهیده داشته باشد. آی 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 خیلی هم در سطح ضروری روزافزون بگ نظر و کارو
در این ثانیه های آخیر انجام داد، وقت انجام یافت و روزافزون بگ نظر و در وزن تا 52 کیلو غلبیت با یک تکی سب نماینده خطلون دو بله بگ نظر و روزافزون و در ثانیه های آخیر توانیست که جبران نماید اشتباهش را و موفق شد و برنده مدال طلا گردید در وزن تا 52 کیلو. اکنون تلاش بانوان را در وزن تا 63 کیلو تماشا میکنیم. هر دو از شهر کلابم تحت رهبری حسن عبدالله مشق ورزی میکنند. جانانه خلعت سفید دارد و قربانگل حلیم و خلعت سبز. دختران کلاب شهر به خارق آمدند تا مرحله نهایی رفتند. سبقت های جالب نشان دادند و خصوصا جانانه در مقابل مبارک قدم و در ثانیه های اول ظفر یافت. و خوب است که امروز فدراسیه گوشتنگیری جمهوری تاجیکستان به جلب بانوان هم توجه الهیده دارد. این هم یک امید دیگری پیشرفت گوشتنگیری در میان بانوان محسوب می‌یابد، چون گوشتنی ما جهانی شد. ما هم باید نمایندگی خود رو در میان بانوان داشته باشیم. تقاضای مسابقات، تقاضای چاره‌بینی های سطح باشکوه نیز همین است. بعدن به قربانگل داده شد. از جانانه مخلصان امیدواری های زیاد دارم. چند حلوق را در سطح کسبی استفاده میکنم، مخصوصا همین حلوق داخله را که کار را تا به سامان برده رسانیدن نتوانست. جانانه برنده این مدال نقره قهرمانی جهان در کورش، برنده مدال نقره مسابقه پنجم بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه در سال کنونی به حساب می رود و در میدان های باشکوه سطح جمهوریوی هنرنمایی خیلی شایسته هم کرده است. قربانگل آگاهی گرفت. سبقت اینها ادامه می یابد. ببینید که مخلصان روسی خیلی زیادند و هر یک دور را هم خیلی با صداقت و صمیمیت مخلصی کردند. بدن هست، به جانانه بدن داده شد. این هم یک قدم دیگر جانانه برای مظفریت وزن تا 63 کیلو. چاروای شاخداری قطاس که در این منطقه پرورش می‌یابد به غالبان هر یک وزن تقدیم می‌گردد. یخدان به زینه دویم سر فراز گردانیده می‌شود مکافات ایدانه و تلویزیون‌های پلاس که به ورزشگران که مقام‌های سیوم را اشغال کردند. 65 اقتدیاک آماده شد در نزد منبر اساسی پیشتر باشید. با لباس های سبزی گوشتینگیری برابری رو حالا مشاهده میکنیم که باز هم بسر افتیدن اینجا خطا است، اشتباه نیست، هست. باید قربانگل با این ترتیب، با این شکلی که میبینیم خیلی باز هم توجه خاصه الهیده داشته باشد. براسی گوشتینگیری جانانه در این دور چرا یا حریفش او را خوبتر می داند و نهایتا هم کار را در این سم جانا کرده. این دقیقه اول را باید خوب سمرناک استفاده می کرد و انا همین اصولی دوست داشتش را استفاده می کرد. جانانه ظفر یا و برنده مدال طلا و صاحب یک چاروای بزرگ قطاس هم گردید در شهر خورو. وزنی 65 کیلوگرم بی جای یکم دویم سیم رو اشغال کردیم. بولی بوسی گوشتینگیری سم از جانب دستی راسی دوار با یک تکی سفه شکران و قوی نماینده دوشنبه. از جانب دست چپی دوار با یک تکی سم رحمی خدای سلمون ولایت مختاری کوهستانی بدخشان ناحیه روشان. آمادگی بیند وزنی 86 کیلوگرم رسول محمد نظر حق نظر.
دوستان عزیز، اکنون رقابت باز پهلوانان ادامه می‌یابد. در وزن‌هایی که ما هنرنمایی ورزشگران را دیدیم خیلی جذابیت بود، هوا هم خیلی سرد شده است. در وزن تا 78 کیلو قایم شکران و سلمان رحمی خدایف را می‌بینیم که در میدان نیروسنجی کرده ایستادند. هوا هم خیلی سرد است. کوههای برف پوش، باز هم اقلیم نچندان مناسب در این لحظه های آخرین مسابقات. و اکنون رفتی سبقه دیگر بار ثابت می سازد که شکرانوف اینجا خیلی هم جسارت شایسته نشان داد، امتیاز را مال خود کرد. پهلو هم نتیجه خوب است. جای سیوم و 60 کیلوگرم مبارک قدم و پهلو حلال. و اکنون در 1 دقیقه و 12 ثانیه قایم شکرانوف توانست که رقیبش را شکست دهد و صاحب انعام های ارزنده نوروزی گردد. از جانب دست راست داور بایقتک سفید رسولوف عمر دوشنبه، از جانب دست چپ داور بایقتک سفید نظر حق نظر شهر دوشنبه مرود. رقابت پهلوانان وزنشان تا 86 کیلو اکنون شروع گردید. حق نظر نظر و عمر رسولوف هر دو هم از اصلا زاده شهر حصارن و امروز دسته دوشنبه یک را معرفی کردن در مسابقه جام رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان. در وزن تا 86 کیلو این دو چهره را ما در چمپیونات مملکت هم در کوراش و هم در گوشتینی ملی بر اعلی هنرشان را مشاهده کرده بودیم و اکنون در میدان امروزه خاروخ شهر چی هنر نشان داده می توانم. برادرم در یک جا تمرین میکنن تحت رهبری اعظم رسولوف و اکنون هم وزن و هم درجه و هم کسبیت خیلی خوب و بهتر است که اینها باری سیوم در مرحله نهایی مسابقه های مختلف رو برو میگردن. گوشتینگری البته باز هم یک حرکتی که حق نظر کاملا در نیروسنجی هایش ما باری هم ندیده بودیم که حق نظر اصولی سر کتف رو استفاده کند. و عمر رسولوف اکنون خسرو شایوف آگاهی داد. این از سست گوشتین گرفتن عمر رسولوف یک بار دیگر دلالت میکند. میدانداری هر دو پهلوان رو میبینیم اکنون چی نتیجه میدهد. معلوم است که هر دو یک دیگر رو خوبتر میدانن و جدی برای سبقت مرحله نهایی چندان اعتبار ظاهر نمی کنند. بسیار هم سردی هوا به نظر می رسد، شمالی زیاد. آن کوههای برفپوش را می بینیم که بسیار هم به جریان سبقه تا این مدت یکان تاثیر هم نرسانیدن، اما نیمه دویومی روز خیلی هوا سرد شد. پهلوانا دلخونکن روزی هوا سرد شد. پهلوانان باید دلگرم باشند که نتیجه برای آنها خیلی مهم است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان این مسابقات به حکم انعنه در آمده است. مسابقه جام رئیس شهر رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان مذارت بله کمی دیگر موند تا با خاتمه این سبقه. البته پهلوانان
وقتی نه چندان زیاد دارند، اما استفاده اصول ها، حرکت های مناسب، جستجوی راه های ثمره بخش از هر دو جانب خوب به نظر نمی رسد. چون این می نماید که مشورت پیشکی داشته باشم که راستی سوز گوشین میگه هر دو و خصوصا حق نظر در همه تلاش هایش صورت افزایی میکند و چندین اصول رو هم هدف استفاده قرار میدهد با استثناء این دیداری که ما مشاهده میکنیم. عمر تنبه گرفت، این به نفع حق نظر است، اگر وقت انجام یابد یگان پرتافت رو مشاهد شده نتوانیم، همین نتیجه میتواند که تقدیری رقابت مرحله نهایی وزنی 86 کیلو را حل و فصل نماید. در چمپیونات مملکت هم در کورش و هم در گوشتینگیری هر دو هم انا همین طرز گوشتینگیریتن، سوست چندان مقبول نشد و تماشابینان هم راستی جای گیله مندی هم نیست. مدامه که به میدان اومدند باید صدقان گوشتین گیرند، اما چونین نیست. در آن چمپیونت ها هم تقدیر رقابت رو همون مجازات ها حل و فصل کردند، اینجا هم چونین خواهد شد فکر میکنم، چون که وقتی نه چندان زیاد در اختیار دارند. بله، ترتیبی سبقه چندان مناسب نبود، دو آگاهی، یکی آگاهی و دیگری تنبه، حق نظر نظر را در این دور پیروز گردانید. دوستان گرامی، اکنون مرحله نهایی در وزن جمعی 86 کیلو دو پهلوان نامور جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان به دور نهایی برآمدند و محمد کریم خرمف با خلعت سفید و شریف جان نظری با خلعت سبز. شاجایزه مکافات عالی افتماشین سبگروی الکتروموبیل خیلی هم ارزش گران دارد، 150 هزار سومانی، این کاری سهل و عادی نیست که امروز هم در یک سبقت مرحله نهایی قدرشناسی پهلوانان رو هم به نوبت گرفتند و جمعی رئیس ولایت مقتدار کوهستان بدخشان اکنون در تاجیکستان باقی میماند یا به ازبکستان میرود. ما بعد از خاتمه این سبقت به این سوال پاسخ خواهیم گرفت و در مجموع میتوان گفت که امروز همکاری های سودمند فدراسیون گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه و ولایت های جمهوری خیلی در سطح خوب براه مانده شده است که امروز ما شاهد یک ایدی متنتنی گوشتینگیری شدیم. نوروز هم با برگزاری چاروینی های زیادی ورزشی و خصوصاً گوشتینگیری، میدانداری و فتووت و قوی ارادگی ابرمردان از زینت و شهامت دیگر دارد و واقعا هم میبینیم که کوههای برف پوش و اقلیم نه چندان مناسب، یعنی سردی هوا هم با جریان این مسابقات تاثیر رسانیده نتوانسته ایستاده است. مخلصان پزمانی ان همین لحظه های دیر انتظار بودند که این حالت هم فرا رسید. شریف جان نظریف قامتش اندکه بلندتر است و در خصوص هنرنمایی محمد کریم خرموف میتوان گفت که این چهره هم امروز سه دور را به موفقانه انجام داد و شریف نظریف هم پیش از این در واخوری نیمنی های شکر محمد میر محمدوف را مغلوب کرد و خرموف باشد بسیار هم با فردوس نسیموف قوه آزمایش خوب بود. اکنون صورت افزایی اینجا از جانب خورم به نظر می رسد. محمد کریم
جام نوروز ازبکستان رو امسال هم به دست آورد. جاندریفروف شکست داد و جاندریفروف ما در پنجمین مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه دیدیم هنرش رو با شریف نظریف در مرحله نهایی واخورد. با پهلوان ازبکستان داور رحمان علی شریپوف آگاهی داد. بله شریف از میدان باید بیرون نشود. ادامه سبقت رو میبینیم که تماشابینان زیاد هم در ورزشگاه مرکزی شهر خاروق این لحظه ها را تماشا دارند. بسیار هم هیجان فراگیر است. هواداران و مخلصان گوشتین ملی گوشتینگیری ما را روسی هم بسیار یک توجه برای رفت سبقت را جالب تر کردند و داور به شریف نظریف هم آگاهی داد. اکنون جریان مبارزه باز فکر میکنم که شدتی دیگر میگیرد. محمد کریم خورم بسیار تجربه خوب دارد. پهلوانی خیلی نامور ازبکستان است. در کورش خیلی شهرت به اندازه دارد. همچون رقم یک پهلوانی که در این نوع ورزش مردم ازبکستان شناخته می شود و جاندریف رو و دیگر پهلوانان شهرتیار ازبکستان محسن رو چند نفرینی که آنها وزنشان گران است از این پهلوان سفید پوش شکست خوردند. میدان از دلیر است و اکنون رقابت پهلوانان اینجا هم دقیقه آخرین است. شریف نظریف دوبار کوشش کرد اما نتوانست از بالا. اگر شریف قوی تر مخلصان هم بیدار شدند. رفتی میدان داری یک بار دیگر شریف را باز هم وادار می سازد که جدی تر مناسبت کند. نتوانست. دقیقه آخرین محمد کریم خورم و شریف نظریف رو میبینیم در میدان. نه این حرکتی بردروغ می نمود. این رو هم دیگر باره باید شریف تکرار نکند. اندکه باز هم اصول سری کتف رو خورم و اینجا هم استفاده کردنی شد و شریف نظریف پیش دستی کرد. هر دو آگاهی دارن و اکنون وقتی الاوگی اینجا تعیین شد. 3 دقیقه دیگر از روی قاعده فدراسیه گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان پهلوانان نیروسنجی خواهند کرد. افتمبیلی خیلی ارزشش گران غالبی ان همین دبر را انتظار است. از بالا باید از بالا باید شریف قوی تر دارد. وقتی شریف از بالا رقیب را داشته می تواند اگر خیلی کارش آمد میکند از پشت گریبان رقیب. شریف علکه داشت. این خوب است. با پیش خیلی لحظه مناسب بود. خیلی فرصت خوب بود اما داور بها گذاری نکرد. خیلی نزدیک بود حتی با بدن. امتیازی اولینی ورزش سنتی ما گوشتینگیری. از بالا خورموف محمد کریم یک بار دیگر اصول سری کتف را استفاده کرد. موفق نشد. شریف خیلی نزدیکی داشت. راستی خیلی حرکتش هم نزدیک بود برای امتیازی اول. یک بار دیگر اگر شریف از بالا قپیده تواند. نتوانست. باز خورموف دو بار می شود که اینجا حلوک اصول سر کتف رو استفاده کردنی می شود.
بله بازم یک رجوعی، یک رجوعی پهلوان تاجیکستان، یک رجوعی پهلوان تاجیکستان اینجا هم برای لحظه که خیلی هم بحث برانگیز بود. شاید امتیاز تی داده شود یا نه. حرکت خیلی خوب شریف نظریف رو دیدیم در لحظه آخرین و داور اشاره میکند به سرداور مسابقات که نوار تکراری را یک بار ببیند. مخلصان هم خیلی در شوق و شور و هیجان هستند، این حالتی که براسی خیلی صحافت خوب و تاریخی هم محسوب می‌یابد. آخرین لحظه های جالب، آخرین لحظه های مسابقات جام رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان و اکنون اینجا رحمان علی شریف چون به نوارهای تکراری توجه کرد، حالا هم یگان خلاصه نیست. خورشید عبیدالله، سرخان امامف، باز داوران چندین داوران دیگر همینجا توجه دارم برای خلاصه گیری حرکت آخرین شریف نظریف. چگونه بها گذاری می شود؟ حالا هم معلوم نیست، وقت اندکه طول کشید. سرداور مسابقات، داوران درجه بین المللی و جمهوریوی به شهر خورق آمدند که خاصه ان همین سبقت بحث برانگیز رو هم مورد نظر و توجه قرار دهند. از جمهوری ازبکستان هم اینجا پیرمقلوف همراه قل به حیث داور به تاجیکستان آمد، حکمی کرد. حالا در رفت این سبقت یک بار دیگر ثابت گردید که یگان نتیجه نیست. بعد از خلاصه مشخص سرداور و هیئت داوران مبارزه ادامه می‌یابد. شریف نظریف با محمد کریم خرمف برای شاجایزه مکافات عالی مبارزه را ادامه خواهند داد. در مجموع دقیقه 11 هم است. در مجموع دقیقه 11 هم است. شریف نظریف کوشش کرد. امکانیت حالا هست. یک کوشش دیگر شریف اگر همین طور انجام یابد و پهلوان ازبکستان اینجا هم آگاهی میدهند. اما نشد. دست پهلوان ما کشاده شد. رقابت ادامه می‌یابد. دقیقه 12 نیروسنجی. شریف هم باز یک کوشش دیگر نمود اما دست را آزاد گذاشت. از بالا کپیدن در کار. داور اشاره میکند چیزی نیست. هیجان مخلصان بیشتر می شود. پهلوان ازبکستان محمد کریم خرمف فعالتر شد. شریف آسیب دید، بینیش اندک خونشور است. نزد دکتری مسابقه می آید. ما انتظار می شویم خاتمه این سبقت را. خیلی هم لحظه های مشکل، حالت های بحث برانگیز رو همین سبقه در پی داشت.
بعد اندکه باز بر میگردیم به ادامه نیروسنجی. محمد کریم خورامو مقصد بردیو راوی خدا شریف عمر رسول و هر نظر نظر و برای گرفتن مکافات بعد از یوری تعجیلی تیبی باز هم مبارزه ادامه می‌یابد. شریف بسیار جهد و تلاش کرد، یک کوشش که نمود انهمون حرکتش رو یک بار دیگر نشون میداد، الکای با محمد کریم خورموف آگاهی میدادند بدون گیلمندی و بدون ناامیدی ها، اما چنین نشد. با پهلوان تاجیکستان حالا دکتر مسابقه کمک تیبی میرساند. برای شریف نظریف برمگردد، دوامی مسابقات رو اکنون خواهیم دید. شاجایزه مکافاتی خیلی قیمتناک، ارزشش 150,000 سومانی است. یک بار دیگر اگر کوشش خوب و بهتر اینجا از جانب شریف نظریف انجام شود، آنگاه حق دادن آگاهی اول را داوران دارم. مشورت اینجا هم متمرکز از جانب کل داوران، هم از جمهوری ازبکستان پیرومقلوف همراقل، از جانب دو داور جمهوری تاجیکستان این حالت هم مورد توجه و نظر قرار خواهد گرفت. باز هم لحظه بحث در همان گلن، در همان لحظه هایی که باز هم نوارهای تکراری را یک بار دیگر تماشا میکنند. 16 دقیقه از رقابت پهلوانان سپری شد. و اکنون حالتی که ما در این فرصت دیدیم خیلی هم باز لحظه درست و شایسته و عالی، پهلوان جمهوری تاجیکستان در لحظه خیلی هم هیجان آور پرتافی انجام داد. حالا ورزشگر ازبکستان از این حالت ناراضی است. در گوشتین تاجیکی اولین کوششی که اینجا به نظر می رسد اما همین لحظه بود. خورم و فوال افتید. اولا که خورم و فافتید، بله در اول نصیب شریف نظریف گردید. این پیروزی و این مظفریت مبارک باشد، این مظفریت این کامیابی مبارک باشد و شریف نظریف توانست که این جایزه عالی را مال خود کند و جام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان را در تاجیکستان باقی ماند. و خیلی هم هیجان و لحظه های بحث برانگیز و پی در پی را ما یک جای شاهد شدیم. با همین گزارش ما هم به انجام میرسد. دوستان عزیز، به شما سعادت و کامگاری آرزومندیم. پیروز و موفق باشید و بار دیگر نوروزتان مبارک باشد.